سلام و خیلی خوش اومدید به این ویدیو. من مصطفی آهنگرها هستم و توی این ویدیو که یه مقداری با تأخیر به مناسبت روز جهانی ترجمه و همچنین روز جهانی ناشنوایان داره ضبط میشه، یه نکاتی رو میخوام خدمتون بگم، یه چند تا چیز رو میخوام نشون بدم، با یه تیر میخوام عملا چند تا نشون بزنم به این امید که بتونه مؤثر باشه. دیروز اگه اشتباه نکنم یه نگاهی دوباره بکنم به تقویم نشون میده که من چقدر با آمادگی اومدم. آره، دیروز به تاریخ ما دوباره به تاریخ ما میشد دقیقا 9 مهر میشد، امروز 10 مهر هست که دارم این ویدیو رو ضبط میکنم. دیروز 9 مهر 30 سپتامبر روز جهانی ترجمه و روز جهانی ناشنوایان بود و خب یک فرصت فوق‌العاده خوبی بود برای اینکه ما بیایم و با دور هم دیگه جمع بشیم، ترجمه انجام بدیم روی پروژه های آزاد. حالا الزاما نرم افزار نه، میتونستیم مستندات آزاد ترجمه بکنیم، مستندات نرم افزار آزاد ترجمه بکنیم، میتونستیم توی ویکی‌پدیا بریم صفحاتی که مورد علاقه ما هستن و روی ویکی‌پدیا نیستن رو ترجمه بکنیم. برحال خیلی کارا میشد کرد و نکردیم و جدای از اون به مناسبت روز ناشنوایان، روز جهانی ناشنوایان، تنها چیزی که من میشناسم لااقل ما میتونیم کاری انجام بدیم این هستش که دم دستی ترین چیزی که همگان میتونن روش مشارکت انجام بدن این پروژه آوای مشترک موزیلا هستش که اینجا رو صفحه، آره اینجا میبینید، و خودم در واقع دیروز یه مقداری بیشتر مشارکت کردم. الان اگه اشتباه نکنم یه نگاهی بندازم مشارکت دیروزم، فکر میکنم من آره حالا خلاصه اومدیم یه مقداری بالاتر. آره دیگه الان من شدم نفر دوم تو ضبط کردن صدا. البته این نکته مهم اینجا وجود داره اینه که اینا در واقع مشارکت هایی هستش که آدم ها وقتی که در حسابشون وارد شده بودند انجام دادن و موزیلا در واقع اینها رو شناسایی کرده و اینجا آورده. اینجا مسابقه نیست، اینا رو میدونیم، ولی خب یه چیز انگیزاننده است که ما الان کجاییم، بیشتر داریم مشارکت میکنیم. رقابت نه به معنی اینکه من اول بشم مثلا اون یکی دوم بشه، نه، ولی بهانه ای هستش که در واقع ما ببینیم که وضعیت مشارکتم چجوری هستش. من دیروز مشارکتی کردم از در واقع نفر سوم، نفر دوم، البته به لطف اینکه شوگات دیگه مشارکت نمیکنه، مدت هاست مشارکت نمیکنه و خب این در واقع من رو عقب نگه داشت. از اون طرفش هم من مشارکت نمی کردم تو ضبط صدا که چون صداهای من خیلی زیاد شده بود بهترین بود که من مشارکت نکنم که صداها در واقع تنوع داشته باشه. حالا بماند، من در مورد اینش نمیخوام توضیح بدم. امروز هم من باید یه مقدار بیشتر مشارکت بکنم. این تعداد مشارکت های چیزم هم اگر امروز من 100 تای دیگه ضبط بکنم بفرستم، حتی نه باید بیشتر ضبط بکنم، 100 خورده دیگه بفرستم، ممکن است که اینجا هم بشم نفر دوم. لااقل این بهانه است، یه نقطه ای هستش که بگم من بس 150 تا صدا ضبط کنم امروز، هرچند اهداف هفتگی محدود 300 تا بوده که مدت هاست نزدمش. بماند، روی این پروژه میتونستیم مشارکت بکنیم. اگر احیانا نمیدونید این پروژه چی هست، دقیقا این پروژه اینجا میبینید که پروژه آوای مشترک ابتکار موزیلا، بنیاد در واقع موزیلا برای کمک به آموزش ابزارهای یادگیری ماشینی هست تا بدانند اون ابزارهای یادگیری ماشین، تا بدانند مردم واقعی چگونه صحبت میکنند، که در واقع به تعبیری پروژه‌ای هستش برای تشخیص صدا، تبدیل کردن صدا به متن. و ما روی این اگه ما بتونیم این کار رو انجام بدیم، روی این میتونیم کلی کار انجام بدیم. سادهش این هست که میتونیم زیرنویس درست بکنیم برای ویدیوها. ولی یه موردی که خیلی حتی همینم به درد ناشنوایان میخوره، ولی در واقع در سطح خیلی حرفه‌ای ترش، ما میتونیم دستیارهای صوتی داشته باشیم، چیزایی که ما بتونیم باهاشون صحبت بکنیم و اونو کار انجام بدن و اینها آزاد باشن. چون تمام چیزهایی که ما داریم، گوگل ناو داریم، سیری داریم و حالا خیلی پروژه‌های دیگه، هیچ کدوم اینا آزاد نیستن. و خب این اهمیت داره که ما به کمک داده‌های آزادی که ما داریم اهدا می‌کنیم و چه بسا کسانی دیگری میان مدل‌های آزادی بر مبنای اون تولید می‌کنن، می‌تونیم ابزارهایی داشته باشیم که بتونن صدا رو به متن تبدیل بکنن و ما بتونیم کارهای دیگر روشون انجام بدیم. و خب اگر این اتفاق بیفته، الان هم داریم در واقع مدل خیلی جمع و جوری داریم که این مدل
هرچند ایدئال نیست، هنوز گیر و گور زیاد داره، ولی خب به میزان خوبی میتونه تشخیص بده و خب امیدوارم که با مشارکت های بیشتر بشه این رو در واقع بهترم کرد. مشارکت تو پروژه خیلی ساده است، من در واقع قبلا اینا رو توضیح دادم ولی چون به این بهانه دوباره دارم ضبط میکنم، بعد نمیبینم که دوباره بخوام توضیح بدم. شما میاد تو این پروژه، حتی لازم نیست نام نویسی بکنید، وارد پروژه میشید، نشونی پروژه هم commonvoice.mozilla.org هست /v، اونجا میتونید وارد بشید، میتونید جستجو بکنید دیگه آوای مشترک و میتونید به این وبگاه برسید. حتی میگم نیاز تا جایی که الفا میگم، بذارید یه نگاه بندازم Common Voice Mozilla. آره نگاه، اینجا میتونید وارد بشید. وارد شدنش الان یه مقدار داستان داریم الان، ولی فرضاً برای این هست که اصلا نمیخوایم وارد بشیم، همین الان رفتیم پای یه جایی نشستیم رو گوشمون یه چیزی، میخوام چند تا صدا رو مثلا ضبط بکنیم. اینجا میام مثلا من زبان فارسی رو انتخاب میکنم، توش فارسی رو انتخاب میکنم، مثلا میگه بگید. اینجا جایی که باز میکنم برای من چند تا جمله نشون میده، میچرخه. این جملاتی که البته همشون باید یه سری شرایطی رو دارن که این شرایط اگر نباشه ما باید جملات رو گزارش بکنیم، به عنوان مثال اگر توش عبارت انگلیسی وجود داره، اگر توش عدد به صورت عددی وجود داره نه به صورت حرف نوشته، اونها رو باید گزارش بکنیم. اگر توش کلماتی هستش که گفتنش سخته یا غلط املایی فاحش داره، حالا مثلا ما الان به مثلا نیم فاصله ها گیر نمیدیم، ولی اگه مواردی هستش که واقعا مشکل ساز هستش اونا رو میتونیم گزارش بکنیم. به هر حال الان تا این بخواد لود بشه ممکنه خیلی طولانی باشه، بذارید ببینیم اینجا بشنویدش چیکار میکنه. چه جالب، اینجا رایتش هم به ما این امکانو میده که همینجا بتونیم بفرستیم. جالب، من اینو قبلا نداشتم اینجا، و همینجا داریم میبینیم که این صفحه علارغم اینکه من گفتم فارسی باشه، ببینیم که تقریبا هیچ جاش ترجمه نشده. اینم نکته هستش که میخوایم روش احتمالاً کار بکنیم، ببینیم که چقدرش میتونیم جلو ببریم. اما برگردیم اینور ببینیم چیزی اینجا بارگیری کرد یا نه، ظاهرا نکرده، ولی کار همینه. یعنی من میام اینور، اینجا یه لحظه چی گفت، هیچ، میام اینجا برای گفتن. شما خیلی راحت میاد در واقع تو قسمت خب یه وقتی این موشی من اذیت میکنه، شما انتخاب میکنید که میخواید بگید، اینجا میاد انشالله که کار بکنه. آره، و اینجا شما چند تا جمله رو میخونید. معلوم، بذارید چند تا جمله رو بخونم. آره متوجه شدی؟ راستش یه خورده وزن کم کردم، برای اینکه مطمئن بشم که جمله درست خوندم، صدام مشکل نشه، این کار لطفا همیشه بکنید. بعضی وقتا هستش که مشکلی تو صداتون هست، یه دفعه من پخشش میکنم که مطمئن بشم میکروفونم درست کار میکنه. آره متوجه شدی؟ راستش یه خورده وزن کم کردم. خوبه، خب برمیگردیم. دولت آزادی سخن را خفه کرد. خجالت نمیکشی؟ نه. سگ پارس کرد. پایه ها را محکم به میز نه اشتباه گفتم. خب آخ رد کرد. نه رد میکرد. من آخری رد رو نکرده. میبینی آخری من دوباره میخوام بگمش. پایه ها را محکم به میز وصل کردم. و حالا میزنم که این 5 تا رو بفرسته. برای من 5 تا دیگه میاره چیز میکنه. یا میتونم بیام بگم که خب من به جای گفتن میخوام چند تا جملات رو بشنوم، چیزی که دیگران در واقع قبلا ضبط کرده بودن. چرا اینجوری شد دست من دوباره؟ خب تو این فاصله که من دارم اینجا دوباره به من این پیامو داد، و این احتمالا یکی دلایلش این هستش که من ظاهرا زیاد جمله تایید کردن، جمله نیست. بعضا بچه‌ها میگن که نه این احتمالاً یه اشکالی توی سیستم هست، نمیدونم. به هر حال خلاص اینجوری میتونید بیاید اینجا جملاتو بهتون نشون میده، جملاتو میتونید بخونید، جملاتی که خوندن رو میشنوید، اگر تطابق داشتن تایید میکنید، اگر جمله نوشته شده غلط داره گزارش میکنید. بماند این پس خود پروژه. من خب مشارکتامو رو این کردم، دعوت میکنم که برید مشارکت بکنید. چیزی که من اینجا میخوام نشون بدم اینه که غیر از این دو مورد ما میتونیم یه مشترک دیگه هم بکنیم در نوشتن این جملات که از آسمون نمیان. یه سری آدم ها هستن که این جملات رو میارن اضافه میکنن. تو قسمت رایت من میام، متاسفانه این صفحه ترجمه نشده، میخوایم بریم ببینیم که تا کجاشو میتونیم ترجمه بکنیم. بهش خواهیم رسید در
قسمت بعدی برنامه، قسمت بعدی این ویدیو. من یکم دیگه این صدا اینجا رو کم کنم. خب به زبان ساده، ما به زبان ساده چی همینه دیگه. به زبان پیچیده هم نه، پیچیده هم همین ساده است. ما توی این پروژه میتونیم در واقع تک تک جمله اضافه بکنیم یا جمله رو به صورت انبوه اضافه بکنیم. به طور پیش‌فرض ما روی اینجا این در واقع سینگل سنتنس سابمیشن، در واقع ارسال تک جمله، که ما جملهمون اینجا می‌نویسیم، جمله‌ای که باید در مالکیت عمومی باشه. یعنی مثلا شما نمی‌تونید برید از یه کتابی یه جایی بردید مثلا متنشو بریزید اینجا. ممکنه یه متنی داشته باشید که در مالکیت عمومی باشه، مثلا خیلی قدیمی باشه به عنوان مثال، یا نه جمله‌ای که خودتون دارید همین الان دارید سنبل می‌کنید، دارید چیزی می‌سازید براش. خب می‌تونید بیاید اینجا مشخص بکنید. مثلا میگم همین الان یه جمله ساختم. خب اینجا یه شرایط داره، میگه من جمله که دارم اضافه میکنم کپی رایت نباید داشته باشه، باید در مالکیت عمومی باشه. خب طبیعتا جمله که من ساختم و من دارم احداث دارم میکنم، من دارم میگم این جمله کپی رایت نداره، اصلا کپی رایت هم بذارم کسی قبول نمیکنه، به من میخندن که مگه میشه یه همچین جمله اینم کپی رایت بذاریمش. کمتر از 15 کلمه باشه در هر جمله، گرامر درستی داشته باشه، قواعد نحوی توش رعایت شده باشه، از در واقع تلفظ در واقع در نوشتنش و در واقع استفاده از در واقع علائم نگارشی درست استفاده کرده باشه، توش عدد یا نویسه های خاص نداشته باشه، مثلا توش مثلا دالر ساین نذاشته، علامت دالر نذاشته باشه، علامت درصد نذاشته باشه، مثلا علامت تعجب و علامت سوال اینا اوکی چون اینا معنی داره، ولی ما نباید اونها رو داشته باشیم، یا ادساین مثلا نباید داشته باشیم، در واقع حروف خارجی نباید داشته باشه. اگر در واقع چیز هست، این جمله از جایی من اووردمش که اونجا چیز هست، اونجا در واقع در مالکیت عمومی هست، اونجا اعلام شده مال کس دیگه ای هستش و اعلام کرده که این برای در واقع این جمله چیز هست در مالکیت عمومی هستش، من حتما باید این رو اعلام بکنم. و بعدش هم اینکه در حالت ایدئال خونسا و محاوره ای باشه، خب که در واقع راحت باشه خوندنش به تعبیری. خب این همه این شرایطو داره. اوکی بعد اینجا حالا میگیم که پس در واقع حالا این جمله که من اینجا نوشتمش دسته چه دسته بندی داره، در چه زمینه ای هست، مثلا در زمینه کشاورزی و غذاست، در زمینه حمل و نقل، امور مالی، نه این جمله عمومیه، اینا همه باید ترجمه بشن چون برای خیلی ها ممکنه این دشوار باشه که پیدا کنه. و البته این انتخاب کردن این انتخابیه، این نکته هم در نظر داشته باشه، این عمومی هستش. تا سه تا رو ظاهرا میشه انتخاب کرد که من هم یه دونه انتخاب میکنم. سایتش هم یه چی میگم، میگم مثلا خودم چیز کردم، سلف اینجا وارد میکنم. خب اینجا هم هاو تو سایتش هم نوشته که آقا مثلا اینو بعد چجوری چیز بکنم. میگه اگر در واقع اصلا اینجا نوشته، میگه که اگر شما در واقع این چیزی که اینجا نوشتید مال خودتونه، بنویسید سلف. خب ولی اگر در واقع شما دارید از جای دیگه ای دارید چیز میکنید، just say self. اوکی okay. خب این اشتباه گذاشت، این باید بیاد اینجا. میگه شما در واقع باید ارجاع بدید به نشونی در واقع مطلبی که حالا دارید چیز میکنید، یا اسم کامل اون کاری که شما دارید ازش استفاده میکنید. مثلا یه کتابی هستش که این کتاب عمومی منتشر شد، یا مثلا فرض کنید وبلاگی کسی هستش که اونجا کلا داره میگه من با در مالکیت عمومی دارم مطلب مینویسم، پابلیک دومین یا سی سی زیرو در واقع پروانه انتشارش هست، من شاید اینجوری بکنم بهتر باشه، بهتر شاید دیده بشه و حتی یه کمی هم بزرگترش بکنم، الان بازم بهتره. خب اونجا در اون حالت نشونی اینجا بذارید، در غیر این صورت بنویسید سلف، یعنی جملات منه. و همین، و اینجا هم بگید که من تایید میکنم که این جمله‌ای که من اینجا اضافه کردم در مالکیت عمومی پابلیک دومینه و من در واقع اجازه این رو دارم که بارگذاری بکنم. میزنم بفرست و فرستاده شد. حالا تصور بکنید که من میخوام یه عالمه متن بفرستم. خب خیلی کار
طاقت فرسایی میشه، من جمله بذارم بعد نگاه کنید اینا میره دیگه، اینا باقی نمیمونه، من دوباره بس صرف اونجا بذارم، دسته بندی مو انتخاب بکنم و تک 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 جمله اضافه بکنم. و خب این خیلی جالب نیست. راه بعدی اینه که ما به صورت انبوه بیایم بارگذاری بکنیم، اما داستان داریم، شرایط جملات که مشخصه، اما ما اینجا در واقع باید بیایم، نمیتونیم بیایم یه دفعه یه عالم جمله بذاریم. ما باید کاری که بکنیم که باید یک پرونده با پسوند TSV درست بکنیم، که پرونده TSV برای کسایی که با CSV آشنا دارن احتمالاً راحت قابل فهم تره. در واقع CSV اگه comma separated values هست، یه پرونده متنی هستش که مقادیر توش با کاما از هم دیگه جدا شدن، بازم مهمه، یعنی فقط همین کافی نیست، باید یک قاعده ای رو داشته باشه. اینجا با tab جدا شدن، احتمالاً بخاطر اینکه ممکنه تو جملاتمون ما کاما داشته باشیم، نمیخوایم درگیر مسئله پیچیده‌ترش بشیم، ولی قاعدتا ما تو متونمون در واقع تب نداریم. اونو بذاریم کنار. اول اینکه باید همین باشه فقط. متاسفانه هر برنامه هم اینو پشتیبانی نمی‌کنه ساختن چنین پرونده‌ای رو. حداقل تعداد جملاتی که توی اون پرونده TSV باید باشه 1000 تاست. یعنی خیلی. 1000 جمله. و حد اکثر هم 25 مگ باشه. خب 25 مگ خیلیه. مشکلمون احتمالا اینجا نیست، مگر اینکه ما چه می‌دونم دسترسی به یک منبع لایزالی از متون داریم، یه دفعه می‌خوایم 25 مگ جمله وارد بکنیم. خب این فعلا مشکل ما این نیست، ولی این دوتا دقیقا مشکل ما هستن. به اضافه این که خیلی جاها ممکنه متن انبوهی که ما داریم وارد می‌کنیم توش اشکالاتی وجود داشته باشه، و خب خیلی خوب می‌تونه باشه که ما بتونیم ابزاری داشته باشیم که به ما این امکان رو بده که حداقلی از ویرایش ها رو برای استاندارد کردن به معنی اینکه با این شرایطی که پروژه به ما داره میگه سازگارش بکنیم رو برای ما انجام بده. خب من چون میخواستم این کار رو انجام بدم و این کار سختی هایی داشت، مدت ها به این فکر بودم که من بیام مثلا یه راهکار برخطی بنویسم. چند ماه پیش عرض فریدونی که به این کار هم علاقه من شد، تصمیم گرفت بیاد یه پروژه درست بکنه، شروع کرد با پایتون یه چیزی رو نوشت که بیاد متون رو از مثلا کانال تلگرامش استخراج بکنه، بیاره وارد این پروژه بکنه و اون پروژه براش در واقع همین کار رو انجام بده، بهش یه TSV بده و اینها. و خب این کار داشت البته انجام داشت میشد، با یه سرعت کمی داشت انجام میشد، ولی یه مشکل جدی داشت از دید من که دمونش بحث کردیم و اینها، و اون این بود که خب عملا اون کار لازمش این است که کسی باید یه حد اقلهای دانش فنی داشته باشه که بتونه یه پروژه‌ای رو بیاره روی دستگاه خودش اجرا بکنه، نه به صورت یک برنامه‌ای که باز بشه، نه، یه حد اقل دانش برنامه نویسی باید داشته باشه. و خب اینو هر کسی نداره، و ایده من این هست که نرم افزار آزاد مال هم است، و این یعنی که همه میتونن توش تو بهتر شدنش سهم داشته باشن و باید داشته باشن. و خب این یعنی که پدر مادر ما، نمیدونم، هر کسی که آدم فنی نیست، برنامه نویس نیست، خوره این نیستش که اتفاقا بره راهکارهای پیچیده چی درست بکنه، نه، اونم باید بتونه بیاد مشارکت بکنه. و خب من دوست داشتم یه پروژه وب بسازیم. یکی زمان گذشت، با همدیگه همفاز شدیم و شروع کردیم کار کردن روی پروژه‌ای که نهایتاً اسمش شد آوازاد. توی این پروژه ما یه سه کارهایی هم انجام میدیم. بذارید من کارو پس اینجا روی اینجا انجام بدم که بهتر ببینیم که من چی دارم میگم. مثلا فرض کنید من اینجا متنی دارم مینویسم، متنم مثلا توش انگلیسی داره، مثلا متن با انگلیش. خب این خب قاعدتا معتبر نباید باشه دیگه، خب، ولی خب ممکنه من از جایی دارم مطلب میارم و اونجایی که من ازش دارم مطلب رو میارم ممکنه توش کلمات انگلیسی داشته باشه، یا ممکنه مثلا من به نقاشی کردن درخت ها علاقه دارم. خب یا حتی بذارید اینجا من یه کاری هم کنم، اینجا چند تا فاصله بذارم، خب خرابکاری بخوام بکنم توش. یا مثلا جعفر میگفت که ما نباید حرف بد بزنیم مثلا. خب دیگه چی؟
آها، من دیروز 190 تومن پول غذا دادم. خب من که بیام این دکمه رو بزنم، اتفاقی که میفته رو خوب دقت بکنید. بریم بالاتر یه مقدار. اولا که این جمله که انگلیسی داشت رو نگه داشت، این از دقیقا از صافی ما رد نشد. ما در واقع از هر ستونی که میریم به ستون دیگه یه کاری اتفاق میفته. اینو رد نکرد چون که اصلا معتبر نبود و اینم نمیدونست باید چه کار بکنه. ما فعلا مکانیزم برای ترجمه نداریم، حتی اگر داشته باشیم هم مطمئن نیستیم که اینجا اگه اینو ترجمهش بکنیم جملهمون همچنان درسته. اما ببین جمله که اومد این ور یه چند تا اتفاق براش افتاد. فاصله اضافهش حذف شد، درخت ها نیم فاصلهش اضافه شد، یا جعفر میگفت میگفتش درست شد، یا 190 از عدد به حرف تبدیل شد. ما اعدادی رو که تا 4 رقم باشن رو تبدیل میکنیم، بیشتر اگه باشن احتمالا باعث میشن که ما شرط حد اکثر 15 کلمه رو از دست بدیم. و خب ما الان 3 تا جمله داریم که این جملات میتونن وارد پروژه بشن. منبعش کجاست؟ قرار شد بزنیم سلف، درسته منم. توضیحات بیشتر در مورد فلان مثلا میتونیم بگیم سی سی زیرو مثلا، خب توضیح دیگه نداره در واقع اون، آره دیگه نداره. و بعد موضوع انتخابی چی هست؟ من اینجا جنرال رو کپی میکنم. در نسخه های بعدی اینو ما در واقع بهترش خواهیم کرد که بشه اینجا هم اومد فقط انتخاب کرد اینها رو. به هر حال الان این همه چی آماده است و وقتی من اینو اضافه کردم اگه این نباشه در واقع، آها چون این انتخابیه، ولی اگه این نباشه این دکمه غیر فعال میشه، ولی وقتی که باشه انتخاب میشه و میتونم اینو اضافهش بکنم و میاد اینجا اضافه میشه. الان 3 تا اضافه کردم. من دیروز چند تا رو اینجا میبینید از 2 تا از مقالات وبلاگم، حتی میبینید که من میدونم از وبلاگم اضافه کرده بودم. اینا فهمی کنم از یه مطلب دیگه اضافه کردم. بعد اینها رو یه سری جملات ساختم، بعضی از اینها رو رفتم تو قسمت بازبینی همین موزیلا. عباراتی که غلط بودن یا فکر میکردم که ارزش اینو دارن که باهاشون جملات بیشتری ساخته بشه رو باهاشون جمله میساختم و اینجا اضافه میکردم که اینجا میخوام ببینیم همین کاری که میکنم. و ستم که الان اضافه کردم. و خبر خوب این است که من اگر این صفحه رو ببندم و دوباره باز بکنم، یا حتی تو همین مرورگر که دارم باهاش کار میکنم، یا اگر بیام صفحه رو دوباره لود بکنم، تغییرات من اینجا باقی میمونن و من همچنان نمیتونم اینجا خروجی بگیرم، چون که حداقل باید 1000 تا جمله ما اینجا اضافه بکنیم. اوکی؟ بعدا میخوام بیایم اینو یه بیایم جلو. به 1000 تا نمیرسیم، ولی خب میخوام بیایم جلوتر. حالا پس دیدیم که این پروژه چی کار میکنه. خب ما اینجوری در واقع میتونیم بیایم چیکار کنیم، میتونیم بیایم و این به ما کمک میکنه که جملاتی که درست هستن رو میاره اینور، جملاتی که میشه درست کرد رو میاره ستون وسطی و جملاتی که همچنان مشکل دارن باقی میمونن که ما بریم بررسی بکنیم که چجوری میتونیم معتبرشون بکنیم. بریم ببینیم چه کار میتونیم بکنیم. مثلا من تو وبلاگم، خب این مطلب اول به یاد سابر راستی کردار که فونت های فوق العاده ای رو ساخته برای ما و سال گذشته فوت کرد، رو یه مطلبی در موردش نوشتم. آخرین مطلب وبلاگم اونه، اینجا میبینیمش. متاسفانه خیلی قدیمی هم هست، من نزدیک 7 8 ماه هیچ مطلبی تو وبلاگم ننوشتم متاسفانه. اینجا این مطلب، این دو تا مطلب رو من وارد کردم، این دو تا مطلب رو میخوام بیام اینجا الان روشون کار کنم. مثلا همیشه میتوانیم، من کل اینو کپی میکنم، الان نمیرم درگیر این که فلان جاش میخوام باشه یا نباشه، اینا رو کپی میکنم میارم توی آوازات اینجا واردش میکنم. خب همین الان هیچ کار دیگه نمیکنم، همین الان میزنم تبدیل و استخراج عبارات فلان. از همینجا فقط 4 تا جملهش معتبر بود، تونست بیاره. البته اینو بگم، وقتی دارین پردازش میکنین ممکن هستش که این جملاتی که این سمت در واقع قسمت ورودی ما هستن ترتیبشون به هم بریزه، اونم یه دلیل فنی داره، ولی فکر نمی‌کنم خیلی مهم باشه. حالا اینجا مثلا میام نگاه میکنیم، خب این جمله مشخصا طولانیه، از 15 از 15 کلمه بیشتره. ببینیم اینو چجوری میتونیم بشکونیمش. 4 دهه پیش ریچارد استالمن میتوانست خب من این جمله رو میتونم 14 پیش اینو بکنم میشه اصلا یه جمله دیگه. دوران متفاوتی بود.
4 دقیقه پیش دوران متقابل، یا خیلی چیزها با امروز فرق میکرد. متفاوت بود. مهم که جملات بشه خوند. خب ریچارد آلستون میتوانست به کلی، خب اینو بیانه پایین، ایده ساخت یک سیستم عامل آزاد را کنار بگذارن، میتونست به کلی منصرف شود. خب ایده ساخت یک سیستم عامل آزاد را کنار بگذارد به خاطر وجود گزینه‌های متعدد غیر آزاد. 3 دهه پیش هنوز متولد نشده بودی، مثلا لینوس توروالدز می توانست خب اینو خود جمله شو چیز بکنم، با به تمسخر گرفتن تلاش های نافرجام پروژه گنو دست از تلاش برای ساخت یک کرنل آزاد، اینو میخوام اصلاحشون بکنم، که بعدا در دل پروژه گنو جا گرفت، خودشون توی جمله باشه، به سراغ یک سیستم عامل یکی از سیستم عامل های مطرح و رایج آن زمان برود. می توانست به سراغ یکی از سیستم عامل های مطرح و رایج آن زمان برود. دست از تلاش برای ساخته بکش کشید، مثلا اینجا بگم با به تمسخر گرفتن تلاش های نافرجام پروژه گیرم. می توانست کلن بی خیال ماجرا شود، جمله است دیگه، با به تمسخر گرفتن بعد از بعدن در دل پروژه گنو، اینم خوبه که تنوین داشته باشه اینجا، در دل پروژه گنو جا گرفت. اوکی اینا رو بزنم ببینیم که شد 14 تا. پروژه بسیاری رو میتوان یافت که تحت پروانه سختگیرانه کپیلفت منتشر شدند. پروژه هایی که تحت پروانه های سختگیرانه کپیلفت منتشر شدند. اتفاقا در سالهای اخیر خیلی هم تعدادشون رو به افزایش است. در میان آنها که تحت پروانه کپیلفت هستند، پروانه GPL هستند، سختگیرانه ترین پروانه کپیلفت، می توان به نکست کلاود اشاره کرد. خب اینا رو می زنیم شد 20. پروژه برای داشتن فضای ابری شخصی یا سازمانی، وقتی متولد شد که بازار در کنترل کامل راهکارهای ابری انحصاری بود. ماستودون، پیرتیوب و بسیاری دیگر از نرم افزارهای ساخت شبکی حالا اینجا من میذارم آزاد، ساخت شبکی از شبکه های اجتماعی آزاد و نامتمرکز در شرایطی ساخته شده اند آن برنامه ها در شرایطی ساخته شده اند که گویی گزینه جز تن دادن به شبکه‌های فلان نبود. بذارید بزنیم ببینیم که قبول میکنه یا نه. ظاهرا هم که قبول کرد، یعنی تعدادمون آره. نگاهی به تاریخ جنبش نرم افزار آزاد فهرست بلند بالایی پیش روی ما میگذارد. پروژه هایی که برغم وجود گزینه های قدرتمند انحصاری پا به عرصه وجود گذاشتند. شرایطو داره تایید میشه.
منظورم پروژه های بسیاری نیستند که تحت پروانه های سهمی. تحت پروانه های سهلگیر عمدتا به قصد بهره کشی کم هزینه از برنامه نویسان داوطلب. همچین جمله ای که منظورم پروژه فلان نیست، تحت پروانه های سهلگیر عمدتا فلان به صورت آزاد منتشر شده فلان، این فهرست را می توان گسترش داد، ولی همین مقدار شاید برای بیان منظور کفایت کند. خوبه، میزنیم بیاد. و البته همیشه می توان بهانه آورد. بهانه آوردن را انتخاب کنیم. خب خودش میتونه یه جمله باشه، برای تن دادن به وضع فعلی. اینم میاد. جنبش نرم افزار آزاد یکی از بهترین مثال هاست. همیشه میتوان با کمترین امکانات درست در زمانی که دیگران هیچ کورسوی امیدی نمیبینند یک حرکت جدید شروع کرد. همین میاد. شکار چی؟ شکار وقت خالی برای رفع یک مشکل. یافتن آدمی مناسب برای کار مشترک. استخدام در یک شرکت برای تولید نرم افزار آزاد. شاید دیر، اما همیشه میتوان یک گام رو به جلو برداشت. وسط کارزار مسموم ناامیدسازی افراد اتفاقا پر ادعا، میتوان تخم امید کاشت. سی و دو سالگی کرنل لینوکس چی شد؟ سی سالگی پروژه دبیان. در بیستمین دوره از برگزاری روز آزادی نرم افزار می توانیم بار دیگر دلیل بودنمان در این جنبش را مرور کرده و به این فکر کنیم که چرا. نمود عینی و عملی بودن در این جنبش چه باید باشد؟ خب دور اینا رو میزنم برن. عالی. 26 آگوست 26 آگوست 2023. بسیار عالی. 20 سال پیش، 10 سال پیش الان 10 سال پیش این رو میزنیم. خب الان از مقاله‌ای که من اینجا داشتم 59 تا جمله استخراج کردیم به نوعی با یه مقدار تغییرات و اینها، و آره حالا من بعضی موقع پیشنهادم این هستش که اگه جملات رو میشه جورای دیگه هم بازنویسی کرد، یعنی ما جمله رسمیش هم داشته باشیم، جمله محاوره‌ایش هم داشته باشیم، خیلی خوب میتونه باشه. ولی حالا به هر حال اینجا پس من بهش میشه سلف my own blog donated to MCV مثلا، و اینجا هم تو چیزش آخ دستبندشو نذاشتم.
و اینجا یکی از مشارکتایی که ما نیاز داریم این هستش که من بتونم اینو بیان دوباره ویرایشش بکنم. حالا اشکال نداره. 59 تا اینجا اضافه کردیم، رسیدیم به 487. من حالا میتونم برم مطلب بعدی وبلاگرم این کارو بکنم، اما کاری که میخوام بکنم الان اینه، میخوام بیام تو این پروژه تو آوای مشترک و وقتی من وارد حسابم شده باشم میتونم بیام تو قسمت ریویو بازبینی و بازبینی به من یه سری جملاتی که از قبل وارد شدن رو نشون میده. من جملات رو میتونم تایید بکنم، نه فقط با تایید من، با تایید یک تعدادی از آدم ها. فکر میکنم هر جمله حداقل 2-3 نفر باید تاییدش بکنن که وارد بشه و با تایید آدم ها یه لحظه میخوام بیام این جملات رو ببینم، اونایی که میشه تایید کرده تایید بکنم، اونایی که تایید نمیکنمشون یا مثلا جملاتی که یه گیری دارن مثلا خیلی کوتاهن، من به جای که فقط تایید نکنمشون اون جملات رو برمیدارم، اون کلمات یا جملات رو برمیدارم میارم توی آوازات باشون چند تا جمله میسازم، یعنی فقط همونو حل نمیکنم مشکلشو، باش چند تا جمله میسازم، مخصوصا اونایی که ممکنه مثلا به لحاظ شنیداری مشکلاتی داشته باشن. حالا اینکه فعلا داره میچرخه، اینترنت هم امروز به شدت اوضاعش خرابه، دستن در کاران درد نکنه، اجرشون خلاصه با حالا هر کی بهش باور دارن. این چی الان 40 سالگی گنوم مبارک؟ اینی که الان درست کردیم یه دونه، این که همونه که نه همون نیست، یه چی دیگه است. خب من دوباره این جمله این مطلب تا این بخواد آماده بشه به ما یه چیزی بیاره بده، میتونیم دوباره بیایم تو آوازات اینا رو وارد کنیم، ببینیم که چند تا از اینا رو میتونیم درست بکنیم. 40 سالگی گنوم مبارک، الان همینه که بزنم دو تا جملهشو آورد. خب این ما مثلا گیومر نداریم، این 40 سال تایید است بر اینکه نه تنها داشتن کنترل بر رایانش امری ممکن است، بلکه اساساً به وقوع پیوسته است، می تواند با مشارکت همگانی به مراتب جدی تر به پیش برود. 40 سال پیش اینو ما اونور داشتیم دیگه، آمدم. یک برنامه‌نویس جوان تصمیم گرفت به جای همراه شدن با جریان حاکم بر فضای صنعت نرم افزار، پروژه‌ای را برای تولید نرم افزاری آغاز کند. برنامه جدید حالا بذارید اینجا آغاز کند، به جای سلب قدرت از کاربران کنترل رو به دست آنها داده و توانمندشون کند. اینم میزنه به اینجا. خب این قبول نشد احتمال بخواد یه طولانیه. به دهدش میارم اینجا، کاربران نرم افزار و توان محترم شمرده و توانمندشون کند. ریچارد استالمن تصمیمش رو برای کار روی یک سیستم جدید خب من اینو برمی‌دارم، تصمیمش رو اعلام کرد برای کار روی یک سیستم عامل جدید به نام گنو. این موضوع برنامه‌ریز دیگری رو که دغدغه‌اش رو به من نمی‌دونم این را به سوی خود جلب کرد. دغدغه‌اشون به مراتب بیش از کد نویسی بود. جنبش نرم افزار آزاد شروع شد. فارغ از تمام مشکلات و موانع، تاریخ توسعه نرم افزار اینا رو میزنیم اضافه بشه. دوباره برمیگردیم اینجا ببینیم که این کار چیکار کرد، ببینیم هیچ کاری نکرد. یه دفعه میزنیم که صفحمون بره بیاد. برمیگردیم اینجا 40 سالگی پروژه گنو و جنبش نرم افزار آزاد.
آن رویداد یادآور این نکته است. این اتفاق یادآور این نکته است. که همواره می توانیم کنترل سرنوشتمون رو به دست بگیریم. به جای التماس شرکت ها یا اتکا چقدر غلط دارن تو مقالم یا اتکا بر لطف و مرحمتشان، حتی امید بستن به دولت برای کنترل آتش شرکت ها برای دست اندازی به داده ها، می توانیم تولید راهکارهایی را انتخاب کنیم که متعلق به ما باشند. این 40 سال به سختی گذشت. تاییدیست برای اینکه نه تنها چنین امری ممکن اینا رو که من بهتره اون مقاله رو در واقع تو دو جای مختلف به دو چیز مختلف نوشتم. به هر حال می تواند با مشارکت همگانی به مراتب جدی‌تر پیش برود. سپتامبر 27 سپتامبر فلان. خب این هم اومد. سیت اینجا صرف این هم که همینه. آها، من تو این پروژه اینا رو نگه می‌دارم، چون فرضم بر اینه، برخلاف در واقع آوای مشترک که اینها رو هم حذف می‌کنه، من اینا رو نگه می‌دارم، چون میگم که احتمالاً من دارم کار دسته بعدی هم که دارم میسازم احتمالاً در ادامه دسته قبلی هم. من اینا رو اینجا نگه میدارم و اینجا هم میزنم جنرال و میزنم ساخت دسته. 31 هم الان اینجا اضافه شد. ما رسیدیم 518 تا. این کار همچنان میتونه ادامه پیدا بکنه. آها، الان اینجا نکنید قدیس حامی. خب یه کمی یه جوریه، من اینا حالا تاییدش میکنم، ولی اینا برمیگردم توی آوازاد و میزنم آن قدیس حامی ایده ما بود مثلا. خب برمیگرد اینجا نامزدسازی. خب تک کلمه کلا تو این پروژه خوب نیست. یکی از راهکارها نامزدسازی است. بعد حالا نامزدسازی مثلا ما میتونیم چیز دیگه باش داشته باشیم که مثلا نامزد سازی چی نه یه میریم بعدی. من اینو رد میکنم چون تکلیفم خاک آهن میخواسته این باشه. اینو من ردش میکنم، ولی ردش نمیکنم که از دست بره. میام اینجا قدری خاک آهن به مخلوط اضافه کرد مثلا. خب میام اینجا دو صندلی در پرواز بعدی رزرو کردم که این درسته. دوک این دوتا اشکال داره. اول اینکه دوک یک کلمه است، بهتره که ما بتونیم یه عباراتی داره چند تا کلمه لاقل داشته باشه. بعد کاف عربی داره. خب بنابراین من این ردش میکنم، ولی میام اینجا میگم نخ دور دوک گره خورده بود، گربه شیطون دوک خیاطی را کشید و برد. آره، حاشیه موجی. خب من اینو نگهش میدارم، اوکیش میکنم، ولی میام اینجا میگم
موجی شکل. در حاشیه موجی، حاشیه موجی موجی در حاشیه موجی حالا خوبه دیگه، همه حاشیه موجی شکل. منجمد شدن، من کلا با این فعله شدن مشکل دارم، ولی نه به معنی این که نباشه، چون وقتی اینجوری میذاریم این به نظر ما بعدا خیلی مشکل پیدا خواهیم کرد با جملاتی که مثلا میگه مثلا آنها منجمد شدند. خب من اینا رو ترجیح میدم که یه جوری بنویسیم که این اتفاق نیفته. برای همین فعله که اینطوری هستن، من سعی میکنم که جملاتی با شدند هم داشته باشه به صورت رسمی، به صورت غیر رسمی شدن هم داشته باشه، و اونجاهایی هم که اصلا شدنه باید به همین شکل استفاده بشه، مثلا منجمد شدن آب در دمای خاصی صورت میپذیرد مثلا، این میشه پس منجمد شدن. از منجمد شدن یا منجمد کردن اجتناب کنید. همه اونها منجمد شدن. خب سبزی ها به سرعت منجمد شدند. معلومه که خوراک هامون در اون سرما منجمد شدن. خب این الان حالت مختلف هستش که میتونه کمک بکنه که این منجمد شدن رو بهتر بتونه تو حالت مختلف تشخیص بده. به جانب ما میومد. خب مثلا من به نظر این به جانب این غلطه. حالا آره بعد اینجا نیم مشکل نیم فاصله هم داریم، بهتره که بیایم اینجا به جانب ما می آید. آدم حق به جانب، آره همقدر خوبه. آواشناس، من اینو ردش میکنم چون اینجا بخوام بیام کاملش بکنم. برای این کار به یک آواشناس ماهر نیاز داریم. آواشناسی یک تخصص است. جلیل یک آواشناس جلیل آواشناس بود، اما رو نمی کرد. همینجوری جمله می سازیم دیگه. ببین بازتاب گریز. اوکی بی باکی. خب اینجا مثلا باید سر هم باشه دیگه، یعنی سر هم که نه، یعنی باید با نیم فاصله باشه. خب بعد خوبم نیست که یک کلمه باشه. با بی باکی تمام به دل دشمن زد. چه آدم بی باکی. اوکی سیب درشت. اوکی دیاری خزر. نمیدونم چیه. دخت و دوز. خب بریم دخت و دوز چیکار میتونیم بکنیم. به سرعت مشغول دخت و دوز شد. تو پروژه توی دقیقه آوازات ما مثلا کاف و اینا هم درست میکنیم، یعنی مثلا فرض کنید که من بیام اینجا بگم مثلا فرض کنید بی باکی رو نگاه کنید،
اگه من اینجا بیام با با کجا بود با یه عربی بنویسم، آره، یا مثلا حالا اون رو که نمیتونیم ببینیم، یا بگیم مصداق بارز یک آدم بی باک، ولی این کافش رو کاف عربی بذارم. اگه من این رو تایید بکنم ببینید که چه اتفاقی میفته تو نتیجه که اینجا میره برای ما. بی باک کافش کاف فارسی شد، یه بی باکی هم یه فارسی شد. این کاری هست که ما تو اینجا انجام میدیم، یه سری پردازش های حد اقلی هستش که انجام میدیم که در واقع کار قابل چیز بشه. خب چی نوشته بودین؟ او بسیار مشغول دخت و دوست شد. آره اوکی، پس من این رد میکنم. جهودانه، انگور یاقوتی، اوکی، ارتجاع امپریالیستی. حتی اگه سه نقطه برعکس میبینید اون به خاطر فونت بدی هستش که این پروژه داره استفاده میکنه. اسب بخاری، نمیدونم یعنی چی ولی خب تاییدش میکنم. از کسی فراغت داشتن، حالا مرابط، تند زبانی، سمیم جو من به تند زبانی مشهورم. البته تند زبانی با گستاخی فرق میکند. تند زبانی او را بهانه میکرد خرابکاری خود را پشت تندزبانی او پنهان می کردند، یا بیمسئولیت خود نهایت استفاده و سوء استفاده را خلاصه بکنیم. این هم تایید جلس میکنیم. فقیهه، خانم وسمقی، اگه اشتباه نکنم، شاید اشتباه دارم می‌نویسم، فکر می‌کنم وسمقی اینجوری باشه، نمی‌دونم. آن خانم یک فقیهه کاش بین این همه فقیه یک فقیهه می داشتیم. لااقل یک فقیهه هم می داشتیم. بازرگان ثروتمند، اوکی، حراج، اصلا اینکه اصلا غلطه. خب اینکه رد میکنیمش، برمیگردیم عقب. اون تابلو به حراج گذاشته شد. اینها را از حراجی هفته گذشته خریدم. نرم اضافه میکنم. میبینجا اسامی مفصل ایزی. حالا وطی، نمیدونم چی رد میکنم. مثلا نکنی این غلطه دیگه، این نباید داشته باشیم، اینو ردش میکنم، ولی عددش رو نگه میدارم، میزنم خیر، میام اینجا این عدد رو اینجا وارد میکنم و میزنم اینو تبدیل کن، میشه 1737. خوبه دیگه. چمتاک، چی از چمتاک؟ آبگیری. حالا بذار من دیگه اینجا رو کار نکنم. پس الان ما در واقع رو آوازاد اینها رو آوردیم، اضافه کردیم. self my own blog، اوکی، در واقع
made up words. خب اینم میزنیم، 28 هم اینجا اضافه شد. این از آوازات و مشارکتی که میشه توی در واقع با کمک آوازات میشه فرایند در واقع تولید کردن اینها رو چیز کرد، در واقع آماده سازی انبوه متن برای وارد کردن به پروژه رو انجام داد. حالا به محض اینکه این در واقع پروژه به 100 به 1000 تا برسه، ما کاری که میتونیم بکنیم این هستش که یک کلیک ساده روی این میکنیم، این خودش اتوماتیک میاد همه اینها رو در واقع میگیره، با اون دسته‌بندی هاش قرار میده. در یک ساختار به خصوصی بعد اینها قرار بگیره. نکتهش این هست، اگه دوست داشتید میتونید به تو مستنداتش نگاه بکنید، در یک ساختار به خصوصی بعد اینها چیده بشن و نهایتاً به صورت TSV خروجی داده بشن. این خروجی رو دیگه شما راحت میتونید بیاید توی اینجا و اینجا و میتونید اینو در واقع بزنید و بارگذاریش بکنید به همین سادگی. فکر می‌کنم این اتفاق خیلی مهمیه. از این بگذریم بریم سر قسمت دوم برنامه. الان چقدر شد؟ الان شد یک ساعت. بریم تو قسمت دوم و ترجمه. روز جهانی ترجمه هم هستش دیگه. برای اینکه افراد بتونن تو این پروژه بهتر مشارکت بکنن، احتمالاً بد نیستش که ما یه مقداری بتونیم آوای مشترک رو بهتر بکنیم. اینکه چجوری میتونیم بهترش بکنیم رو در واقع ما میتونیم بیایم توی صفحه اولش اگه اشتباه نکنم، اون انتهاش یه قسمت درباره داره، روی دربارهش اگه کلیک بکنیم ما رو میاره اینجا. آره که خب طبیعتاً اینجا ما نیاز داریم که متن نوشته شده باشه. بعد میایم پایین ترش میبینید قسمتش ترجمه شده اما کامل نه، ما اینجاها رو داریم که الان احتمالاً اونور میبینیمش. میام پایین تر، آره اینجا توضیح داده How does site localization work؟ در واقع همین این قسمتی هستش که داره میگه که شما بالا میشید میاد توی اینجا، توی این وبگاهی که اینجا هستش pantoon.mozilla.org یه حساب میسازید و اونجا شروع میکنید مشارکت کردن. که من این کارش رو قبلا انجام دادم، فقط میام داخلش، میام اینجا تو صفحه about که اینجا داشتیم میدیدیم یه سه چیزا نبود دیگه، من یه چند تاش ترجمه کردم، حالا اینجا میخوام بیشتر ترجمه کنم، زومش هم بیشتر میکنم که بهتر ببینیم. خب مثلا این الان خیلی طولانیه، الان اینجا رو نگه میدارم، نمیخوام این رو اینجا انجام بدم. میام پایین تر، مثلا این چند تا رو نگاه کنید، سنتنس کالکشن رو نگاه کنید، مثلا اینجا اینجا سنتنس کالکشن. خب مثلا من اینا رو اومدم اینجا ترجمه‌ش الان انجام دادم، گردآوری جمله، جملات فلان میشن، نیو لنگویج لانچ، در واقع میشه حال به نوعی انتشار زبان جدید، راه اندازی زبان جدید، اونم اوکیه، شاید حتی بهتر باشه. یه پیشنهاد اینجا داشت، من اینو بزنم راه اندازی، فقط اینجاشو نیم فاصلش میکنم. آره این خوبه. برگردم عقب و بگم پیشنهاد قبلیم این رو من میخوام حذفش بکنم، ریجکتش میخوام بکنم. ولی خب طبیعتا من نمیتونم ترجمه خودم تایید بکنم. بعد اینجا میگه ما در واقع ما will launch command website. اوکی وبگاه آوای مشترک را با این زبان راه اندازی میکنیم اوکی voice contribution آره بهتر میشه بگیم اهدای چیز، اهدای صدا. ببینید اینترنت من یه کمی ناخوش احواله مدتی، اگه در آینده دارید نگاه میکنید بدانید که ما در مهر ماه، شهریور ماه و مهر ماه به شدت اینترنت بدی داریم. این حتی سایت ایرانی هم باز نمیشن، به شدت در واقع اوضاع خرابه. بمانه اهدای صدا. People come and contribute their voices. افراد می آیند و صدای خود را مشارکت می کنند. خب یه جوریه دیگه، صدای خود با صدای خود مشارکت می کنند. قشنگه. آره یا می تونم حتی بگم با اهدای صدای خود مشارکت می کنند. خب
تایید. اینجا پیشنهادی داره آیا اعتبار سنجی صدا، ولی خب من فکر میکنم که ما حتی جملتون ممکنه چیز داشته باشه، شاید مثلا تایید صدا شاید بهتر باشه. خب دیگران اقدام به اعتبار سنجی آن صدا، آن صدا هم آن نداریم. آره دیگه صداهای اهدا شده میکنند. خب جمله خانه‌تریه، عین ترجمه اون نیست ولی به نظرم قابل قابل فهم داره. آه خب چه بعد از کلیک کردن من اومده بود انتشار مجموعه داده. خوبه این پیشنهادش، هر سه ماه در واقع هر سه ماه یک بار در واقع مجموع داده های در واقع منتشر میشن، ببینیم که چی به ما میده. تا این بخواد بیاره هر سه ماه، ما مجموع داده رو هر سه ماه منتشر میکنیم، خیلی قشنگ خوبه. یک بار ما مجموع داده رو جمعه هر سه ماه یک بار منتشر میکنیم. منتظریم. آها این میخواید باییم خوبه نباشه. اینم خوبه، اینم بیاد. خواهید تقریبا دیگه همه چیش ترجمه شده است. من ببینم اینجا میتونم چیز بکنم، اکاش بشه که من میگه فقط اینه که ترجمه نشدن رو به من نشون بده. آها untranslated کجا داریم؟ translated فلان error missing، missing شاید باشه اینه که ترجمه نشدن احتمالا دیگه. ها ای واد ای داد ای واد. خب میبینیم که نه میسینگ نیست. چرا این آن ترانسلیتد نداره؟ یا من نمیبینم؟ پری ترانسلیتد آیا میشه؟ نه all translated missing، من قاعدتا باید missing باشه دیگه. نه empty empty نه آن ریویو دم که چیزایی که من ترجمه کردم و هنوز ریویو نشدن. میسینگ اگه بزنیم قاعدتا مثلا بعد اینو بیاره که ترجمه نداره، ولی حالا لااقل چیز هست ساین اپ مثلا میشه نام نویسی. ساین اپ دیگه. خب چطور در تماس بمانن؟ شاید در ارتباط بهتر باشه اینجا. بیم پایین تر. جملات کلیدی هنو دنبال چیزایی هستن که این چرا ترجمه نشده؟ این که باید ترجمه شده باشه. آوای مشترک چگونه کار میکند؟
خب دیگه هم که رفت چیز. خب اینو نگه داریم، برگردیم این عقب. شاید تو کامون اگه من بیام جایی باشه که، چون من به نظرم یک چیز مهمی که ما اینجا اینو که الان ترجمه شدن بعدن حالا چند وقت دیگه اینا میان، ما الان مشکلمون اینجاست. مثلا اینا رو نداریم، کامون مثلا وایس کالکشن، سنتنس کالکشن، اینا رو نداریم. بریم، من امیدوارم که ما اینجا اینا رو اینجا داشته باشیم. خب اینا اسم زبان هاست، اینا رو ما احتمالاً ترجمه نباید بکنیم. بذار ببینیم اینجا رایت داریم. نه ببینیم کانتریبیوت تو داشبورد، احتمالاً داشبورد میتونه باشه. داشبورد کدوم صفحه است؟ در صفحه پیشخان ما هستش که اصلا بعدم نیستش که به جای داشبورد بزنیم پیشخان. نداریم. خب رایت نداریم. اصلا 98% میگه ترجمه شده. چیش ترجمه نشده؟ بریم ببینیم که چیش ترجمه نشده. بریم رو اینجا بزنیم میسینگ داریم، میسینگش رو بریم ببینیم چیه. میسینگ اینه. اوه 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 چیزی این خب این احتمالا خیلی مهم نیست. اصلا بریم جایی ما ببینیم، من بیام تو داشبورد. کجا اصلا میاد؟ من اینو جایی نمیبینم. خب پس اینو الان بیخیال میشیم، میریم تو این قسمت کانتریبیوت. احتمالاً رایت صفر. اوکی آپلود پابلیک دومین سنتنس. اوکی این در واقع میره تو صفحه چیز، تو صفحه مربوط به نوشتن. خب حالا لاقل بزنیم جملات کوتاه کوتاهش رو که میتونیم چیز بکنیم ترجمه. او خیلی هم هستش. این رایت بیا نوشتن هم که ترجمه داره که سجست. یه لحظه، نکته مهم اینجا میگه بگویید، بشنوید، بنویسید. احتمال اینجوری باشه بهتره. برمیگردم اینجا. مهمه وقتی ما داریم ترجمه میکنیم حواسمون باید باشه که اینو ما کجا داریم ترجمه داریم میکنیم، اون زمینه بحث چیه، زمینه ماجرا چیه. اگه این کارو نکنیم ما ته کار میبینیم که یه عالمه ترجمه صورت گرفت که این ترجمه به درد نمیخورن. این خوب نیست دیگه. اینو خب بردارم میگم بنویسید. خدا لعنت کنه خدا. آره نوشتن بردار از اینجا لطفا، اصلا حذفش کنم، میگم اصلا نمیخوام باشه. اوکی چی شد؟ یه مشکلی اونجا درست شد. نوشتن من میگم حذف کن. دیلیت. دیلیتد. اوکی. بنویسید. خب. بریم سفر یه نگاه بندازیم. وقتی میخوایم بیایم تو این قسمت رایت. اینه چپک شده. اد فلان. اینو ما باید چی رو اضافه کنیم؟ جمله فعلی باشه. یک جمله در واقع مالکیت عمومی اضافه کنید. یا بگیم اضافه کردن، افزودن یا آیکون میکنیم. باز میکنیم. میبندیم. دقیقا با همون ساختاری که اونجا نشد طبیعتا جاشون عوض میشه. اونجا کلیک میکنیم. افزودن یک جمله در مالکیت عمومی.
خب بعدی، جملاتی که در واقع اینجا اهدا میشن. بس اوکی اوکی، جملات ارائه شده، من میگم اینا رو میزنم اهدا شده. در اینجا به مجموعه داده های دارای مجوز اینو من نمیدونم چرا اینجوری شده، در دسترس عموم. جمله بعدی، جملات اهدا شده در اینجا به مجموعه داده های میتونیم بگیم به مجموعه داده های عمومی دارای مجوز فلان اضافه میشوند. اوکی، ای کاش لاقل اجازه به ما میداد که من بتونم چیز بکنم. میترسم الان من اینجوری بزنم یا آنسف چینجد. خب من نمیخوام این کارو بکنم، نمیخوام برم، میخوام اینجا بمونم که این یه جمله میخوام بفرستم، ببین چقدر طول میکشه. جملات، جمله بعدی، انتریور، جمله در مالکیت، در مالکیت عموم میتونم رو اینجا وارد کنید. به من، خب یه لحظه بریم نگاه بکنیم ببینیم که میگم داریم فعل دیگه داریم میگیم اینجا وارد بکنید، اینجا میخوام بگیم که ارجاع بدهید به منبع این جمله، ارجاع بدهید، بدهید الزامی. همین رو باید با یه حالت بگیم، اگه داریم فعل امری هست همه جا باید فعل امری استفاده بکنیم، از یک قاعده خالص پیروی بکنیم. سایتیشن رو به معنی در واقع ارجاع ترجمه میکنم، تایید میکنم که این جمله، که این جمله در مالکیت عمومی و من اجازه بارگذاریش را دارم. خب نکته این در واقع یک پیوند به ویکیپدیا است. آیا اینو داریم رو ویکیپدیا؟ خب داریم، آره میدونم که داریم و تایید میکنم و بعد میگم what sentences can I add. این کجا بود؟ این اینجاست، اینجا که داریم چیز میکنیم. خب اینجا باید بگیم چه جملاتی را میتوانم اضافه کنم و حالا توضیحات مربوط به اون رو این پایین دونه دونه باید بنویسیم اگر افتخار به ما بدن. آره خب برگردیم عقب ببینیم که اینجا چه اتفاقی داره میفته. این در واقع یه لینک داره چیز میکنه، من میام اینجا اینو میزنم باز میکنم، بریم یه اگر نگاه بکنم بریم که no corporate restrictions، بدون محدودیت حق نشر. بیام اینجا چیزش پس اینجا میکنم، بیام بدون محدودیت های مرتبط با، حالا اینجا میخوام بگم حق نشر، حق تکثیر تو پرانتز هم میتونم بزنم سی سی فلان و بعد ببندمش، پرانتزش هم که بسته است.
نقطه هم که نداریم. اوکی. مورد بعدی، کمتر از 15 کلمه در هر جمله. نکته مهم اینجا اینه، این 15 که اینجا قرار گرفته رو من در واقع اینجوری در وارد وقتی داره میشه، اون 15 هر زمان تغییر بکنه میشه اینجا تغییرش داده. اون 15 در واقع از اینجوری آیا؟ حالا به هر حال این رو هم وارد میکنیم. از دارای قواعد نحوی درست. دارای تلفظ نیست، چی بهش میگیم؟ در واقع داره دیکته و تو تلفظ تو گفتن میاد نه تو نوشتن. اینو دوباره تاییدش میکنم، میام بالا اینو ازش میکنم و پاکش میکنم. اوکی، میریم بعدی. فاقد عدد یا نویسه های خاص، فاقد نویسه های خارجی، شامل ارجاع متناسب، اوکی. در حالت ایدئال خونسا و محاوره ای خواندن جملات بایستی راحت باشد. بایستی آسان باشد. ناتورال، نه نیوترال، ناتورال، طبیعی. درست میگه. طبیعی و محاوره‌ای باشد. اینم تایید میکنیم. How do I say it؟ چگونه ارجاع بدهم؟ به نام کامل اثر و یا نشانی اینترنتی آن ارجاع دهید. یا با نام کامل اثر و یا نشان و یا نشانی اینترنتی اثر به آن ارجاع دهید. خب حالا برگردم دوباره اینجا. خب این اونو که ترجمه شده، این قسمت بالا ترجمه شده، این بر ترجمه شده، اینها ترجمه شدن، حتی این قسمت هم ترجمه شد، حتی یه تیکش ظاهرا مونده، این دوتا هم ترجمه بشن. اینه که ترجمه شد، کانتکت گایدلاین، اوکی خوبه. اگر متن رو خودتان نوشته اید فقط نویسید
ما نیاز داریم که بدانیم این محتوا را از کجا در کجا از کجا یافته کنید تا بتوانیم بررسی کنیم که آیا در مالکیت عمومی است یا محدودیه یا در مالکیت عمومی است و محدودیت های آثار دارای حق تکثیر به آن اعمال نمی شود. برای اطلاعات بیشتر در باره ارجاع به صفحه راهنما مراجعه کنید. گایدلاینز راهنما تماس با ما جمله گردآوری شد. خطا در افزودن جمله. دوباره اینترنت ما بازیش گرفته. این درست بود. لطفا این قسمت رو پر کنید. Please fill out this field. اوکی. برمیگردم بالا. خطا در افزودنه. چیز. دوباره برمیگردم اینجا. این رو حذف میکنم. پاکشم میکنم. اوکی. میام اینجا. فرستادنه. یک جمله یا فرستن جمله تکی، فرستن جملات انبو یا فرستن یک جمله، فرستن انبو انبوه جملات. جمله تکی جملات انبوه زمینه جمله تا سه مورد را زمینه رو انتخاب کنید. انتخابی ها خوبه، پیشنهادش اختیاری خوبه. اختیاری کشاورزی و غذا
حمل و نقل دو. به هر حال اینجا من دیگه بیشتر چیز نکنم چون ضرورتی نداره. خلاصه این مشارکتی بود که امور مالی مشارکتی بود که میشد توی این پروژه بساط انجام داد. هم ترجمه رو من انجام دادم و هم جملات درست کردم، هم صدا اهدا کردم و این کار بود که من به این مناسبت به مناسبت این روزی که در واقع دو تا مناسبت داشتیم و این پروژه همزمان هر دو اینها رو میتونست شامل بشه یه کاری انجام دادم. خیلی دوست داشتم که این کار رو میشد در یک جلسه با همدیگه انجام داد، هر کسی بیاد یه تیکه از کار رو بگیر ببره جلو و چه بسا ما میتونستیم بیایم به مناسبت این روز بیایم هدف در واقع روزانه این پروژه رو، اگه من بیام تو اینجا میبینید که ما هدف روزانه پروژه این هستش که روزی 1200 تا صدا ضبط بشه و 2400 تا هم صدا تایید بشه. حداقل کاری که میتونستیم بکنیم بود که توی این به این مناسبت میتونستیم یه همچین کاری انجام بدیم و خب این زمان یه مقداری گذشته، ولی خب شاید بدم نباشه در اولین فرصت به این بهانه دوباره دور هم دیگه جمع بشیم و شروع بکنیم به اهدا کردن. به هر حال امیدوارم که این ویدیو به دردتون خورده باشه. شد یک ساعت و نیم، البته الان که دارم ضبط میکنم نمیدونم که اینو به صورت یه ویدیو دو تا ویدیو منتشر میکنم، احتمالاً یه ویدیوش میکنم، ولی امیدوارم که به درد خورده باشه. فکر میکنم که چند تا نکته جدید رو گفتم و یک راههای جدیدی هم برای مشارکت کردن توی این پروژه رو معرفی کرده باشم. به هر حال امیدوارم که مفید بوده باشه و با مشارکت کردن توی این پروژه بتونیم کمک بکنیم به ساختن یک ابزار آزاد، یک مدل آزاد و بعدترش ابزارهای آزاد برای کمک به مجموعه از در واقع نیازهایی که داریم که بین اونها جدا از اینکه خود ما هم منتفع میشیم، ناشنوایان عزیز هم میتونن منتفع بشن. به هر حال ممنون که ویدیو رو تا اینجا نگاه کردید. اگر فکر میکنید که خوب بود، ارزشش رو داشت، با دیگران هم به اشتراک بگذارید و مشارکت کنید. خدا حافظ. بعد گفتم خدا نگهدار.